Stanford University. و کفه های عدل چشم هایش دنیا را وزن می کنند.
گلوی ماه را هر شب در آبهای ارغوانی می شویند و در شیار سرخ ماهتاب سروها، تبرها و گیسوان و دارهای گر گرفته موج می زند. نمی دونم از کجا باید شروع کنم. ذهنم هزار جا پرواز میکنه، تمرکز بر یک نقطه دشواره. ذهن از کدام نقطه بیاغازد تا با عذاب نیامیزد این وهم کهنه را بر شانه های ایوب هم که بگذاری میگند. دشواره، خیلی چیزها هست که میخوام بگم اما وقت تنگه. در این فرصت کوتاهی که دارم باید چیزهایی رو بگم که فرصت گفتنشون از من دزدیده شد. در واقع میخوام شهادت حادثه‌ای رو بدم که تنها یکی از حلقه های بیشمار یک زنجیره است. من سعی خواهم کرد که در روایت خودم توصیه پریمو لوی، نویسنده ایتالیایی و یکی از جان به در بردگان آشویتس رو رعایت کنم. یعنی نه لحن زاری قربانی، نه صدای خشمگین کسی که به دنبال انتقام است رو داشته باشم. خیلی سخته اما سعی خودم رو خواهم کرد. چشمان عادلم، چشمان عدل که پیوسته ظلم را نظاره کرد و ظلم خواند. حالا که در این سوی جهان ایستاده ام، بارها با خودم فکر کردم آیا بهتر نبود که توصیه دوستان رو قبول می کردم و همون اولین روزهای بگیر و ببند عطای وطن رو به لغاش می بخشیدم و راهی خارج می شدم. همون روزها که یورش به آزادی خواهان شروع شد و هر روز ده‌ها و ده‌ها نفر از آزادی‌خواهان رو سینه دیوار می‌گذاشتند و ترس و وحشت مردم رو فلج کرده بود. مادرها و خواهرها کتاب‌ها و نشریات فرزندان و برادرانشون رو آتش می‌زدند یا به بیرون شهر می‌بردند تا گم و گورشون کنند و آخوندهای مسلح و اوباش مزدورشون افسار گسیخته و بیمارگونه با دست‌هایی تا آرنج به خون آلوده از این کمیته به اون مسجد و از این مسجد به اون زندان می‌روندن. حتما اون روزها رو فراموش نکردید. بوی سوختگی در فضا پخش بود. اگر دقت می‌کردی حتی دود کتاب‌ها و نشریاتی رو که آتش زده می‌شد در آسمان شهر می‌دیدی. غم انگیزه اما این واقعیت تلخ و گزنده ایست که در ایران برخلاف آلمان نازی که فاشیست ها کتاب ها رو سوزوندن، کتاب سوزان در ایران به دست خود کتاب خون ها انجام شد. اون روزها به طور آشکاری می دیدم که روز به روز دوروبرم خلوتتر و خالی تر می شه. می دیدم که حلقه داره تنگ و تنگتر میشه. اما تصمیم گرفتن ساده نبود. مسئولیت خانواده، همسر و دو تا بچه، مسئولیت های فردی خودم به عنوان شاعر و نویسنده، می دونید مسئولیت های فرهنگی، ادبی و افکار گوناگون دیگه من رو سخت دچار تردید کرده بود.
و از همه مهمتر مسئله کانون نویسندگان در آن زمان بود. رژیم به همه کانون‌ها و انجمن‌های مستقل هجوم آورده بود و با تهدید و فشار و حمله گروه‌های اوباش تصمیم گرفته بودند که همه را تعطیل کنند. من به عنوان عضو کانون نویسندگان برام مهم بود که بتونیم راهی پیدا کنیم تا کانون رو به ثبت برسونیم و فعالیت آزاد و قانونی داشته باشیم. البته بعد از حمله به محل کانون و تاراج اسناد و مدارک ما و شکستن کامپیوتر و وسایل کانون دیگه ما حتی نمیتونستیم جلسات محدود هیئت دبیران رو تشکیل بدیم. حزب الله همه جا حضور داشت و با حمله به محافل روشنفکری و روشنفکران نویسنده و هنرمند همه جا رو قروق کرده بودن. خیلی از رفقای نزدیک خودم همون روزها ایران رو ترک کردن. وسایل خروج برای من هم فراهم بود. اما من تصمیم نداشتم ایران رو ترک کنم. جنگ همچنان ادامه داشت و رژیم اون رو برای خفه کردن اعتراض‌ها بهانه قرار داده بود. در برابر هر خواستی شعار سربازان اسلام در جبهه‌های جنگ اونها رو مردم رو خفه کرده بود. مردم در وحشت و ترور و کمبود و فقر و آشفتگی به سر می‌بردن و حکومت هم به بهانه جنگ هیچ گشایشی در زندگی مردم به وجود نمی‌آورد. سایه سنگین و سیاه یک استبداد مذهبی بر همه جا گسترده می شد. بالاخره به سراغ من هم اومدن. وقتی دستگیر شدم با خودم فکر کردم دیگه بیهوده است که تأسف بخورم. از کیسم رفته که خودم رو سرزنش کنم. حالا باید ببینم که چگونه میتونم خودم رو از این مهلکه پاک و منزه نجات بدم. دو سال بعد که آزاد شدم به همسرم گفتم که فکر کنم ما هم سهممون رو به انقلاب پرداختیم. تصور میکنم دیگه به حکومت اسلامی بدهی نداشته باشیم. به احتمال زیاد دیگه به سراغ من نخواهند آمد. با خودم استدلال می‌کردم اگر کمی با احتیاط عمل کنم شاید در امان بمونم و موندنم مؤثرتر از ترک وطن باشه، در حالی که در خارج از ایران عرصه کار و فعالیتم محدود به همون خارج از کشور می‌شد. با توجه به فضای جنگ و فشار حکومت و دستگیری‌هایی که آغاز شده بود احساس می‌کردم که من به تدریج دارم در خطر قرار می‌گیرم. البته باید توجه داشت که هنوز خون تا زانوی اسباشون بالا نیومده بود. ولی اونقدر کشته بودن و اونقدر در زندان‌هاشون داشتن تا آرامش خاطرشون از بابت مخالفان فراهم بکنه. اون موقع هنوز نمی‌دونستم که اینها در خونخواری سیری ناپذیرن. به هر حال وقتی همه چیز رو کنار هم میگذاشتم به این نتیجه میرسیدم که من 2 سال در زندان در چنگشون بودم. اگر میخواستن منو نگه دارن نگه میداشتن، اگر میخواستن بکشن میکشتندن. اما حالا که آزادم کردن احتمال این که دوباره دستگیرم کنن خیلی ضعیفه. با رفتنم جانم رو نجات میدادم اما زندگیمو نه. زندگی ادبی و اجتماعی من در وطنم معنی داشت. ریشه من در اون خاک بود. بعد هم که یک سفر چند ماهه به اروپا و کانادا و آمریکا داشتم دیدم چندان اشتباه نمی کردم. دوستان اهل قلم و هنرمند خارج از کشور رضایت چندانی از خودشون نداشتن. تک و توک موفقیت های اینجا و اونجا به دست آورده بودن. اما وقتی اون همه استعداد و توانایی‌های متنوع اما پراکنده رو نگاه می‌کردی با تأسف متوجه می‌شدی که چه ضربه‌ای به ما وارد شده. ما اعضای کانون نویسندگان احساس می‌کردیم که باید کاری کرد.
وضعیت به حدی رسیده بود که ما دست‌های خودمون رو بسته می‌دیدیم و تلاشمون به هیچ جا نمی‌رسید و اجازه فعالیت آزاد به ما نمی‌دادن. در نهایت فکر کردیم که شاید بتونیم یک گروه مشورتی تشکیل بدیم که برای تنظیم فعالیت‌هامون بتونه با مسئولین دولت تماس بگیره و شاید اجازه بدن که ما فعالیت داشته باشیم. بعد از مدتی بالاخره با مشورت گروه مشورتی تونستیم که یه متنی تهیه بکنیم که در اون فقط ما اعلام کرده بودیم نویسنده ایم. در این متن با زبان ساده و به روشنی گفته بودیم که ما نویسنده ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خودمون رو به اشکال مختلف می نویسیم و منتشر می کنیم. قبلا هم بارها به روشنی گفته بودیم که کانون نویسندگان ایران حزب سیاسی نیست. کانون نویسندگان طبقه خاصی از اجتماع هم نیست که بخواد حاکمیت رو ثابت بکنه. کانون نویسندگان یک جمع زیرزمینی هم نیست. نمایندگی هیچ جمع زیرزمینی و روزمینی و اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون و مخالفین داخلی و خارجی رو هم نداره. اما اونا گوششون بدهکار نبود و همچنان ما رو زیر منگنه گذاشته بودن. هر بار که نامه‌ای، اعلامیه‌ای یا متنی بیرون می‌دادیم، دادستانی انقلاب اسلامی یا وزارت اطلاعات گروه مشورتی رو احضار می‌کردن و با تحقیر و توهین و دشنام و تهمت و افترا و تحلیل به مرگ برامون خط و نشون می‌کشیدن. مگه ما چی می‌خواستیم؟ خواست ما فقط و فقط داشتن یک سقف امن بود که بتونیم زیر اون آزادانه جمع شیم و درباره نوشته هامون و حقوق حرفه‌ایمون صحبت بکنیم. خواست ما تحقق آزادی اندیشه و بیان بدون هیچ حصر و استثناء بود. همون چیزی که در اساسنامه کانون گفته شده بود و همون چیزی که بارها و بارها برای اونها توضیح داده بودیم. در یکی از این احضارها برای اینکه ما رو تحقیر بکنن و در هم بشکنن، همه ما رو روی دیوار نگه داشتن و از پشت سر با تک تک ما حرف زدن. بعد مرگ سعیدی سیرجانی رو که سال پیش دستگیر کرده بودن اعلام کردن و صراحتاً هشدار دادن که حق ندارید راجع به این قضیه بنویسید. بعد هم که توطئه اتوبوس ارمنستان رو ترتیب دادن. این ماجرا یکی از رسواترین توطئه‌های رژیم علیه نویسندگان بود. اونها می‌خواستن اتوبوس حامل 21 نویسنده رو که به دعوت اتحادیه نویسندگان ارمنستان به اونجا سفر می‌کردن به دره بندازن و همه رو به قتل برسونن. با پایان جنگ و وعده‌های دولت جدید باز هم در زندگی مردم بهبودی حاصل نشد. فراغت از جنگ برعکس به اونها امکان داد تا در داخل یک خانه تکانی بکنند. خمینی که تلخی نوشیدن جام زهر همچنان آزارش می‌داد، برای شیرین کردن کامش فتوای قتل عام زندانیان سیاسی رو داد. زندانیانی که حکم دادگاه‌های اسلامی خودشون رو داشتن و در دست اونها اسیر بودن. طی دو ماه در تابستان 67 نزدیک به 5000 زندانی بی‌دفاع رو در زندان‌هاشون مخفیانه به دار کشیدن. قتل عام زندانیان سیاسی یک بار دیگه نشون داد که ما هنوز اینها رو نشناختیم. این بخش از جامعه که به نظر می رسید
نقش اجتماعی و حضور عینی نداره در لایه‌های زیرین ساختار اجتماعی از نفرت و بغض و کینه و انتقام آماس کرده بودن بدون اینکه احساس بشه. اونها حداقل یک قرن بود که منتظر قبض کردن قدرت در کمین نشسته بودند. بخش دیگه از خانه تکانیشون طرح ربوده شدن و به قتل رسوندن نویسندگان، محققان و روشنفکرانی بود که هیچ دلیلی برای از بین بردنشون نداشتن و نمیدونستن که چگونه از شر اونها خلاص بشن. سربازان اسلام که از جنگ برگشته بودند در همه عرصه‌های تجاری، اقتصادی، مالی، اداری، نظامی و امنیتی به کار گرفته شدند و به این ترتیب سیاست پادگانی کردن نظام و جامعه رو گسترش دادند. حضور آشکار این سربازان اسلام در عرصه‌های عمومی، نگاه حق به جانب و طلبکارشون و گاهی حالت تهاجمی و تهدید آمیزشون فضای شهرها و چهره زندگی اجتماعی رو عوض کرده بود. مردم در وحشت و ترور و کمبود و فقر و آشفتگی به سر می بردن و حکومت هم به بهانه جنگ هیچ گشایشی در زندگیشون به وجود نمی آورد. اگر در دوره پیش از جنگ دوره سمخایی کسانی بود که ادعا داشتند در انقلاب شرکت کردند، پس از جنگ دوره سمخایی لشکر بیشمار کسانی بود که ادعا داشتند در جبهه‌های دفاع مقدس از اسلام و امت دفاع کردند. دوروبرت رو می‌دیدی که عده‌ای روز به روز چربی دزدی و جنایت و خیانت بالا می‌آورن و اکثریت مردم که هر روز تکیده‌تر و نحیف‌تر می‌شدند. مردم در چنبره مشکلات بیشمار له و مسخ شده بودند. مادران و پدران بسیاری پشت در زندان‌ها مو سپید کردند، پیر شدند و کمرشون از خبر اعدام فرزندانشون شکست. سال‌های گرسنگی و صبر و تحمل و وعده‌های توهی سازندگی هم هیچ بهبودی در زندگی مردم به وجود نیاورد. فقر، اعتیاد، فحشا، بیماری، فساد و نکبت سرتاپ‌های شالوده اجتماعی رو از درون و بیرون مثل خوره می‌خورد و دولت و دولت مردان همچنان کیسه هاشون رو می انباشتند. پیروزی اصلاح طلب ها در انتخابات خرداد 76، آزادی نسبی مطبوعات و بحثایی که پیرامون مدارا و تساهل جریان پیدا کرد، فضای توهم‌زده خوشبینانه‌ای به وجود آورده بود که تصور می‌شد رژیم سر عقل آمده و می‌خواد پس از اون سال‌های سرکوب روال حکومت رو تدریجاً به سمت یک شکل قانونی، منطقی و خردمندانه هدایت کنه. در همین دوره ما بالاخره تونستیم به دولت اصلاح طلب بقبولونیم که برای انتخاب هیئت دبیران کانون جلسه ای برگزار بکنیم. موافقت اونها البته دلالانه و کاسبکارانه بود، چون از ما میخواستن که این عبارت یا اون جمله رو از اساسنامه کانون حذف کنیم تا جناح‌های تندروی رژیم تحریک نشن. از طرف دیگه جناح‌های تندروی رژیم همچنان به ما حمله می‌کردند، تهمت می‌زدند و پیغام‌های تهدیدآمیز می‌فرستادند. اما بعد در همین دوره اصلاح طلب‌ها قتل فجیع و تکان‌دهنده فروهرها اتفاق افتاد. این حادثه جامعه را دچار یک شوک روانی کرد. قبل از این هم چندین قتل مشکوک دیگه اتفاق افتاده بود، اما قتل فروهرها و شیوه کشتن اونها هیچ شکی باقی نمی‌گذاشت که این قتل‌ها کار خود رژیمه.
واکنشی که این قطعه از طرف مطبوعات و روشنفکران و اهل قلم به وجود آورد رژیم رو وادار ساخت تا چند مهره کوچک خودش رو قربانی کنه تا هم مهره های اصلی رو حفظ کرده باشه و هم صدای دادخواهان رو خاموش ساخته باشه. جناح‌های تندرو که در همه جبهه‌ها سخت به تکاپو افتاده بودند تونستن مسیر رسیدگی به پرونده قطعه‌ها رو که به قطعه‌های زنجیره‌ای معروف شده بود منحرف بکنن و برای این قطعه‌ها توجیهات شرعی بتراشن. در همین اوضاع و احوال گروهی به نام فدایان اسلام ناب محمدی چندین اعلامیه بیرون دادن که ضمن تأیید این قطعه‌ها پذیرفتن مسئولیت این قطعه‌ها تهدید کرده بودند که به این قطعه‌ها ادامه خواهند داد. صدای واقعی رژیم در این دوره رساتر و زبان اون اوریانتر شده بود تا جایی که فرمانده سپاهشون با خشم اخطار کرد که سرها رو می‌بریم، قلم‌ها رو می‌شکنیم و مطبوعاتی‌ها رو قلع و قمع می‌کنیم با همین صراحت. سنبه پرزور جناح‌های تندرو از یک طرف، تذبذب و تفره رفتن اصلاح طلب‌ها از طرف دیگه، سرانجام موضوع رسیدگی به پرونده قتل‌ها رو به تأخیر انداخت، بعد به حالت تعلیق در آورد و نهایتاً به لوس کردن اون، متوقف کردن اون و دستگیری و حبس وکیل این قتل‌ها منجر شد. این ماجرا تجربه تلخ ولی آموزنده‌ای بود که نشون می‌داد جمهوری اسلامی جانور واحدی است با چند سر. همه این جریانات فضای تهدید آمیز و اضطراب‌آلود برای اهل قلم به وجود آورد. اهل قلم و خانواده‌هاشون هیچ پناهی جز آغوش بی‌پناه هم دیگه نداشتن. هیچ یک از ما احساس امنیت نمی کردیم. شبها خواب به چشممون نمی آمد. صدای هر برگ درختی، هر تقه در آپارتمان همسایه، هر گام رهگذری در بیرون، هر اتومبیلی که عبور می کرد، هر ترمزی، حتی سکوت شب تهدید آمیز شده بود. من توی خونه کوشش میکردم که نشون بدم همه چیز عادیه تا ترس درونم به همسرم و بچه ها منتقل نشه. شبها توی رخت خواب چشمام رو میبستم و تظاهر میکردم که خوابم، اما همه حواسم به صداهای بیرون و درون خانه بود. یه شب بر حسب اتفاق با صدای توقف یک اتومبیل در مقابل خونه ناگهان چشمام رو باز کردم تا به دقت گوش بدم و بفهمم داستان از چه قراره. در همون لحظه هم مریم که در کنار من خوابیده بود چشماش رو باز کرد و نگاه ما تلاقی کرد. هر دوی ما تظاهر می‌کردیم که خواب هستیم. همه ما سایه تهدید آمیز مرگ رو با دشنه‌ای در دست در هر کنجی احساس می‌کردیم. صدای خفه اما هول‌انگیز گام‌های مرگ رو در پشت سر خود در یک قدمی خود می‌شنیدیم. زندگی شبانه روزی ما در کابوس می‌گذشت. کابوس ضربات چاقو و کارد، کابوس تناب. کابوس تناب فکر و ذهن همه ما رو در چنگال خود می‌فشرد، در چنگال دنیای برزخی گنگ و گیج کننده‌ای گرفتار شده بودیم. هزار دلیل عینی و آشکار وجود داشت که میگفت امنیتی وجود نداره، اما در همون حال گفتمان تو خالی اصلاح طلب‌ها رو نشانه‌هایی از امنیت یا امید به داشتن امنیت تعبیر می‌کردیم. مثل غریقی شده بودیم که به هر پوشال و تخت پاره چنگ میندازه. یک حالت تعلیق و در زیر پات پرتگاهی دنگال و عمیق.
بادهای پاییزی تهران شروع شده بود و دیگه کم کم باید خودت رو میپوشوندی. بعد از ظهر روز 12 آذر 1377 که برای خرید کوچیکی از خونه بیرون آمدم، مطمئن بودم که تا یکی دو ساعت دیگه بر میگردم و به نوشتن مطلبی که روی میز کارم منتظرم بود ادامه میدم. همیشه اینجور اتفاقات آدم رو غافلگیر میکنه، حتی اگر هر لحظه منتظرش باشی، حتی اگر دل آدم شور بزنه. اون روز هم دل من بدجوری شور میزد، انگار به دلم برات شده بود میخواد اتفاقی بیفته، یک اتفاق بد، یک اتفاق ناگوار، یک اتفاق شوم، یک اتفاق خون. این رو هم بگم که این دلشوره ها فقط فکر و خیال نبود، به دلیل حوادثی بود که به خصوص در چند ماه اخیر رخ داده بود. روبوده شدن و قتل پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی، روبوده شدن و قتل مجید شریف، نویسنده و مترجم، قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر با فرزند 9 کارون. نمونه حمید حاجی زاده یکی از اون نمونه هایی است که بیرحمی و خشونت این آدم کش ها رو به نحو عریانی نشون میده. زبان برای توصیف عمل این آدم کش ها الکن میمونه. آدم کش ها وقتی به خونه حاجی زاده میرن، میبینن که پسر کوچیکش هم توی خونه است. اونها این کودک بیگناه رو هم در حالی که پدرش برای دفاع و حفظ اون بغل زده بوده، با کارد و چاقو تکه پاره میکنن. حمید حاجی زاده حدس میزده که ممکنه به دست عوامل رژیم کشته بشه، چون قبل از مرگش شعری سروده بوده که شکل کشته شدنش رو توصیف میکرده. بر پیکر من نقش شود نقشه ایران، پرخون چون نمایند به خنجر بدنم را. حمید حاجی زاده در بیدفاعی و معصومیت توصیف ناپذیری به قتل رسید. و بعد قتل فروهرها، داریوش فروهر و همسرش پروانه فروهر که به دلیل شقاوت آدمکش‌ها همه مردم رو در بهت و وحشت خفه کننده فرو برد. اینها و اتفاقاتی که در اطراف ما نویسنده ها رخ میداد، دلشوره و نگرانی جدی به وجود آورده بود. در اون بعد از ظهر پاییز 12 آذر 1377، من هم مثل بسیاری از اهل قلم در دلم ترسی کمین کرده بود که هیچ پناهی برای اون وجود نداشت. حتی خونه هم دیگه پناهگاه نبود. اول فکر کردم دلم برای خودم شور میزنه، بعد متوجه شدم که نه، خیالم از بابت خودم تقریبا راحته. تعجب نکردم، همیشه همین جوری بود. دفعات قبلم که دستگیر شدم همینطور بود. تا وقتی که دستگیر نشدم همیشه یک دلهوره و ترسی داشتم، اما همین که دستگیر می شدم دیگه همه ترس ها و دلهوره هام از بین می رفت. بله، اون روز متوجه شدم که دلم برای خودم شور نمی زنه، دلم برای اونای دیگه شور می زد، بقیه اعضای گروه مشورتی کانون. برای اینکه بار آخری که همه ما رو به دادستانی انقلاب احضار کرده بودن، مأموری که با ما ملاقات کرد بعد از سینجین و یک مشت موعظه و مقدار متنابه تهدید، از پشت میزش بلند شد و گفت
ما تا حالا خیلی با شماها مدارا کردیم. این دفعه آخریه که اینجوری باهاتون محترمانه حرف میزنیم. دفعه بعد یه جور دیگه باهاتون معامله میکنیم. پاشین. پاشین برین خونه هاتون، به زن و بچه‌تون برسین. دور تشکیل کانون نویسنده ها و این کلک ها رو هم خیت بکشین. بله. بله اون روز متوجه شدم که دلم برای اعضای گروه مشورتی کانون شور میزنه. نمیدونم چرا بیش از همه دلم برای جعفر شور میزد. محمد جعفر پوینده. الان که دارم اینو میگم تعجب میکنم که چجوری پیش از واقعه من نگران جعفر بودم. حالا به خصوص تعجبم بیشتره چون وقتی که من رو دستگیر کردن و بعد به یه خونه بیرون شهر بردن، اونجا در حالی که دستهای من رو از پشت بسته بودن و روی زمین نشونده بودن، یکی از مامورا به هم گفت یکی یکی تون رو سر به نیست میکنه، یه جوری که هیچ احدی نتونه سر نخ پیدا بکنه. واسه اینکه مطمئن بشی بهت بگم بعد از تو نوبت اون خارفلان محمد جعفر پوینده است. وقتی از خونه اومدم بیرون و وارد خیابون اصلی که شدم، پیش از اینکه به ایستگاه اتوبوس برسم متوجه شدم یک پیکان سفید کنار پیاده رو ترمز زد و کسی که در کنار راننده نشسته بود صدا کرد: آقای مختاری. من بی اختیار به طرف صدا برگشتم، ولی بلافاصله متوجه شدم که داستان مشکوکه. برای یک لحظه به ذهنم خطور کرد که به راهم ادامه بدم و وانمود کنم که چیزی نشنیدم و اونا رو ندیدم. ولی دیر شده بود. غافلگیر شده بودم. سعی کردم طبیعی برخورد کنم. آروم جلو رفتم و گفتم: بله بفرمایید. اون از ماشین پیاده شد و در حالی که ورقه‌ای رو به من نشون میداد گفت: ما حکم جلب شما رو داریم، لطفاً سوار شید. در عقب ماشین بلافاصله باز شد و یه مأمور بیرون اومد و به من راه داد که سوار بشم. سوار که شدم دیدم بین دو تا مأمور فشرده شدم. ماشین حرکت کرد. در همون لحظات کوتاه فکرم هزار جا رفت، هزار جا پرید. یادم افتاد آخر نتونستم شیر بخرم. یادم افتاد کوپونای مواد غذایی که توی جیبم مونده بودن باطل میشن و مریم و بچه ها باید تاوانش رو پس بدن. یادم افتاد کاش راهی بود که میشد یه جوری به بچه های دیگه، به گروه مشورتی خبر داد، چون حد داشتم کار من دیگه تمومه، اما لااقل اونای دیگه فرصت داشته باشن فکر چاره‌ای بکنن. برای یک لحظه به ذهنم خطور کرد که شاید بهتر باشه در همچین شرایطی آدم با خودش اسلحه داشته باشه که اینقدر مفت، مظلوم و بی‌دفاع از دست نره. و یادم افتاد که هزار فکر پاره پاره، هزار تصویر ناتمام، هزار تکه از یک آینه شکسته که برقش چشمام رو میزد. و یادم افتاد پیش از اینکه از در بزنم بیرون، سهراب از آشپزخونه به دو آمد به طرفم و گفت: بابا خامه یادت نره برای فردا صبح. و تناب گره خورده بود و اونی که پشت سرم بود گره تناب رو محکمتر میکرد و اون یکی دیگه با چشم زود زده بود و با
مشت و لگد به هر جا که میرسید میزد. در اون آخر صدای فریاد اون رو میشنیدم که میگفت جون سگ داره مادر قهبه. جلوی چشمام داشت سیاه میشد، توی گوشام یک صدای ممتد سوت و زوزه مثل مت مغزم رو داشت سوراخ میکرد. همه جا داشت تاریک میشد و برق تکه های آینه شکسته دورتر و ضعیفتر میشدن، مثل اینکه در اعماق چاهی فرو میرفتن. فشار تنم کشیده می شود نخا، غریب بر می آید از فلات و چشم چرخ می خورد. انگار قبلا یک بار دیگه این تجربه را از سر گذرنده بود، اما کی و در کجا بیادم نمی آمد. شاید خواب دیده بودم. خواب کابوس تا کلمه نارساییست. ناظم حکمت گفته که شعر خونبارترین هنرهاست. فقط در سرزمین خودمون ایران چقدر شاعر قربانی کرده باشن خوبه. همین رژیم اسلامی چقدر از اهل قلم کشته و هنوز از اهل قلم نفرت داره و هر وقت مناسب ببینه اونها رو سر به نیست میکنه. دوست در تاریکی میدوسته و جانی در خفا میکشه. جوانی و بیچارگی و ابتذال اخلاقی اینها در همینه که این جنایتها رو در خفا انجام میدن و انکار میکنن. در تمام این سالها ما نویسنده ها و روشنفکرها همیشه اصرار داشتیم که بگذارید در آزادی و به قول خودتون به طور شفاف دیالوگ داشته باشید. اما همیشه تفره رفتن، همیشه توطئه کردن و در خفا عمل کردن و همیشه ما رو تهدید کردن که کسی از این قضایا با خبر نشه، خبرها رو انتشار ندید، شایعه نپراکنید، مراسم ختم کشته شده هاتون رو نگیرید، مراسم تدفین عمومی انجام ندید. و همش هم به بهانه ایجاد تشویش اذهان عمومی. تطهیر کردن شهر و درخت و حرف و قلم را از الحاد. بگذاریم کمی از خودم. نقاشی های همسرم مریم رو دوست داشتم، به خصوص تخیل و افکاری که درباره هنر داشت برام جالب بود. گاهی تعابیر عجیب و متفاوتی که از شعرهای من داشت منو دچار تعجب میکرد که این تعبیرها رو از چه کلمه‌ای در شعر من یا از چه عبارتی گرفته. تعابیری که از شعر من داشت تصویری بود. خب نقاش بود مریم. مریم پس از مواجهه با جسد من گفته بود وقتی در برابر جسد ایستادم اول شکستم، تا شدم، ولی بلافاصله حس کردم که باید محکم بیستم و ایستادم. بعد آمدم خونه، تلفن رو از پریز کشیدم و شروع کردم به نقاشی کردن. تمام خشم، اندوه و نفرتم رو ریختم توی تابلوها،
30 تابلو کشیدم که موضوع بیشتر اونها زن بود با رنگ‌های شاد. یکی از دوستان شاعرم بعد از شنیدن این گفته مریم شعری میگه که در اون روحیه مریم رو ستایش کرده. چنین تاج زیبایی بر سر زده است، نسیمی خنک بر دو ساق زلفش بوسه می‌زند و عطر حنا هزار سو را پر کرده است. و شعر ادامه پیدا می‌کنه. این شعر در من حسرت دیدار مریم رو بیدار کرد. دلم می‌خواست مریم رو دوباره یک بار دیگه برای آخرین بار در آغوش می‌گرفتم و مانند آن نسیم خنک بر گیسوان او بوسه می‌زدم. ما ساکنان این سوی جهان تأسف‌هایی داریم که اغلب درباره‌اش با هم صحبت می‌کنیم. یکی تأسف این رو می‌خوره که چرا اختلاف‌های کوچک و بی‌اهمیت رو اونقدر جدی می‌گرفت و بزرگ می‌کرد، اونقدر که به متلاشی شدن زندگی خانوادگی و جدایی از همسر و فرزندانش منجر شد. یکی تأسف این رو داره که چرا تا وقتی مادرش زنده بود قدر زحمات و مهربانی‌های اون رو به درستی نشناخت و نتونست جبران کنه. خلاصه هر کس تأسف خودش رو داره. من هم یکی از بیشمار تأسفام اینه که نتونستم این نقاشی‌های مریم رو ببینم. اشتباه نکنید، وقتی من از تأسفام صحبت می‌کنم منظورم پشیمانی از زندگی گذشتم نیست. من از فرصت‌های کوچکی دارم صحبت می‌کنم که با کمی دقت میشه اونها رو از دست نداد. من از اشتباهات و لغزش‌های صحبت می‌کنم که معمولاً همه آدم‌ها دوچارش میشن. کوچکن، اما گاهی اجتناب ناپذیرن. و الا من از آرمانی که در زندگیم داشتم و برای اون کار کردم، نوشتم و سخن گفتم پشیمان نیستم. اون چه بر سر من آمد انتقام و شکستگی اخلاقی و فرهنگی جماعتی است که ملتی رو به گروگان گرفته و با شقاوت و بیرحمی بی سابقه مخالفان خودش رو به قتل می‌رسونه. باید برم. اما دلم می‌خواد این نکته رو هم بگم و برم. در نمایشنامه هملت روح پدر هملت وقتی بر او ظاهر میشه، پس از شرح ماجرای قتلش به دست برادرش، یعنی به دست عموی هملت، هنگام رفتن با تمنا از هملت میخواد که او رو فراموش نکنه. هملت به نظر من تمثیل نسل جوانی است که حقیقت از او پنهان داشته شده، که در کانون توطئه اما در بیخبری زندگی میکنه. و روح پدر پیک تاریخ یا قربانی شاهدی است که از جهان دیگه آمده تا حقیقت تاریخی رو بر هملت فاش کنه. به همین دلیل به هملت میگه که اون حقیقت تاریخی رو فراموش نکنه. روح در حالی که با گام‌های سنگین دور میشه با لحنی افسرده به هملت میگه مرا به یاد داشته باش، مرا به یاد داشته باش.